در این بخش قصد داریم به ایجاد آبجکت ها با اسکریپت نویسی بپردازیم دقت کنید آیا بلها ها و آبجکت دیگر قرار استفاده بکنیم رو حتما باید دیزاین ویژوال ایجاد بکنیم نه این گونه نیست حتی بعضی از مواقع ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم به نوال فرض کنید که دیتابیسم رو باید روی یک هاستی بگذاریم بعضی از اوقات هاست ها اجازه کار توی محیط ویژوال و اتصال ریموت رو به ما نمیدن خب در این حالت ما چگونه میتونیم جداول و دیگر آبجکت هایی که بعدا ایجاد میکنیم رو روی سرور ایجاد بکنیم چون دقت کنید فقط هم تیبل نیست در بخش های بعدی و در مجموعه پیشرفته ما خواهید دید که آبجکت های زیادی برای یک پروژه سنگین تولید میشه و بعد اینها باید همه منتقل بشه روی هاستی که داره استفاده میشه نه دسترسی به هاست به این سادگی ها امکان پذیره چرا که ممکنه حتی در کشور ما نباشه و باید این کار از طریق ریموت انجام بشه بعضی از وب ها اجازه اتصال ریموت رو به کلاینت های خودشون میدن و بعضی همین اجازه رو نمیدن و باید با زیرت و رانه های خودشون ببینیم حالا سی چیست البته دقت کنید این قسمت ها رو دیگه دلیلی نداره شما حفظ بکنید یا حتی دستوراتش رو به اون شکل روش به اصلاح وقت بذارید ما فقط یه دونه تیبل رو با کد سعی کردیم ایجاد کنیم تا شما روند تولید اینها رو ببینید دقت کنید دستور کریت تیبل بیشتر آبجکت های توی محیط اسکل سرور با دستور کرییت ایجاد و با دستور آلتر آپدیت میشن خب الان با دستور کرییت که کرییت تیبل هست یک تیبل به نام تیچر من ایجاد کردم با همون محتویات تیبل استیودنت خب حالا فقط کافیه اینا روی سرور خودم اگزیکیوت بکنم تمام شد تیبل من ساخته شد ببینیم با هم با رفرش کردن الان میبینیم که تیبل من ایجاد شده با همون بافتی که داشتم حالا میتونم با دستور آلتر توی آبجکت هایی که وجود داره دست ببرم مثلا گروه رو ازش حذف کنم خب حالا اجازه بدید تیبل تیچر رو یک نگاهی بهش بندازیم بله گروه رو ازش حذف کردیم دقت کنید که لزومی نداره ایجاد جداول رو و ایجاد آبجکت ها رو حفظ بکنید خیلی از اونها خیلی راحت برای شما ساخته میشن دقت کنید الان شما روی هر کدوم از تیبل هاتون که کلیک که راست انجام بدین گزینه ای به نام اسکریپت تیبل از دارید که منوهای خاصی داره ببینید کلیک تو حالا از شما سوال میکنه اسکریپتی که ایجاد کردم رو توی حافظه ایجاد کنم به یک فایل بفرسم یا توی یکی از همین کوری های جدید بسازم و توی اون بذارم چند گزینه دیگه هم داره ایجنت جاب ایجنت ها در بخش مجموعه پیشرفته ما توضیح داده میشن اونها یک سری اعمالی رو برای ما انجام میدن مثلت مدیریتی مثلا در زمانهایی که ما دوست داریم یه اسکریپت رو برای ما ران میکنن اون اسکریپت میتونه اسکریپت مثلا تولید یه تیبل یا هر چیز دیگه ای باشه خب با هم ببینیم الان در یک ویندوی جدید ببینید تمام تیبل رو برای من اسکریپت کرد خیلی راحت و سریع حالا میتونم راحتون رو ران کنم یه تیبل جدید برای من ایجاد بشه مثلا اسم اونو تست بذارم علت ایرادی که میگیره اینه که یک پرایمری کی داره ایجاد میکنه که قبلا توی سیستم تعریف شده دو تا آندرلاین من واسهش میذارم ببینید که ساخته شد بریم ببینیمش بله ببینید تیبل تست ایجاد شد خیلی ساده این کار انجام میشه خب حالا که ایجاد رو یاد گرفتین اجازه بدین تا یه دستور دیگر هم با هم کار بکنیم دستور دراب هست دراب تیبل اجازه بدید تا من یه بار دیگه تیبل تیچر رو بسازم با اسم تست خب حالا تیبل تست ساخته شد حالا میخوایم نابودش کنیم drop تیبل تست بازم می که کوئری من اجرا شد حذف شد پس دقت کنید دستور کرییت برای ایجاد آلتر برای تصحیح و Drop برای از بین بردن آبجکت های اسکل سرور به کار میره سعی کنید که مباحث مدیریتی و امنیتی اسکل سرور رو هم بررسی بکنید در مجموعه دوم ما و مجموعه پیشرفته ما وجود داره تا بتونید کارهایی رو انجام بدید که مثلا هر کس که لاگین کرد توی سیستم و و دیتابیس شما مثلا عمل دراپ رو نتونه انجام بده چون عمل خطرناکیه ببینید به همین سادگی به همین سرعت یه تیبل رو هیچ کاری هم به اطلاعات درونش نداره که هست نیست ممکنه میلیون ها رکورد درونش باشه خیلی راحت حذفش میکن خب این هم از ساخت آبجکت ها با اسکریپت که به راحتی انجام شد. بخش بعدی رو با هم دیگه